موضوع پله ها باشید. دو سال شده اینجا نیومدم. دو سال بیشتره. خسرو جونم که وقتی شایان کوچولو بود اومده بود اینجا. خسرو چه کیفی کنه اینجا؟ تازه شایان هم تو هفته اتاقشو میخواد بده به عمو خسرو. خودش میخواد کجا بخوابه بچه؟ تو اتاق من. من اتاق نمیخوام، من رو همین کاناپه همینجا خوابم. نه اصلا حرفش هم نزنی، اتاق شایان مال شماست. بفرمایید. اتاق به عمو نشون بده. بفرمایید. آبیا. جانم ببخشید. نه خواهش میکنم. بیا خسرو جان، خوش اومدی. اینم اتاقت. به خدا اگه میشد تو رشت تنهاش بذارم تو این وضعیت مزاحمتو نمیشدم. آخه این چه حرفیه که میزنین؟ این همه سال شما زحمت کشیدین، حالا دو هفته ما وظیفه‌مونه. خانومی کن، مشکلی پیش نیاد. اینا برادرن، حرف و حدیث گذشته رو پیش نکشن، تو رو هم باستن. شما نگرانه هیچی نباشین، فقط مراقب خودتون باشین. نه جان، ماشین نیم ساعت دیگه میاد. کاش میذاشته خودم میرسوندمت. کجا بیه این همه را؟ اون در رو ببن بی بشین. ناصر جان، این دفتر ساعت و تعداد قرصای خسرو رو توش نوشتم، خودش هم میدونه. مگه خوب نشده؟ چرا عزیزم، به خوب شدن ربط نداره. قرصاشو باید همیشه بخوره. چند وقت پیشم که قرصاشو قطع کرد دوچار مشکل شد. اسم دکترش دکتر رحیمیه، هفته دو روز میاد تهران. اگه یه وقت مشکل پیدا کرد میتونیم بهش زنگ بزنیم. چه مشکلی مثلا؟ هیچی، همینجوری شاید ازش راهنمایی بخوای. الان مشکلی نداره، حالش خوبه، نگران نباش. خلقش که بالا پایین میشه سریع خودش رو جمع و جور میکنه. چقدر چمدون؟ دو هفته سفرم اینقدر چمدون میخواد؟ خب دیدی که وسایلش چقدر زیاد بود، چمدون خودمون رو دادم ببره. حال چرا نمیاد؟ ماشین منتظره. کی میاد؟ گفتن که دو هفته دیگه. زیاده، ده روز. باشه، قول ندیم. قول میدم. چشم، تمام تلاشمو میکنم. ناهی ماشین میام. قربونت برم، الهی بمیرم برا.
بیا بشین. تو مگه دکتر نشدی؟ بس دیگه چی میخونی؟ دارم روی مقاله کار میکنم برای کنگره دندانپزشکان جهان تو آلمان. جهان؟ آلمان؟ که چی؟ که چی نداره، کلی اعتبار علمی داره، کارم زندگیمه، یه ما بیشترم فرصت ندارم قبل از سفر. حالی داری یاد این سن و سال؟ وقتی یادم همینجوری درس خون بودی. موفقیت هزینه داره. آره خب دیگه چی؟ نه یعنی همون روزی نخم ترک کردی کلن. خاصه جان اونجا روشن کن، دودش بره بیرون. نه نمیکشم. بیا با بیا یه کام به جای بر نمیخوره. بیا این قدیمو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خیلی شبیه بابا شدی. میدونستی؟ جدی؟ یادته چجوری صدامون میکرد؟ ناصر خسرو. آره یادش بخیر. یه حالی بود خدا بیامرزا. آخه آدم بین همه دانشمند و ادیب و عارف صاف میره میچسبه به ناصر خسرو قبادیانی. دوستش داشت. خب شد تیمور لنگ رو دوست نداشت. من خصم تو میشد تیمور، اسمم میشد لنگ. تیمور به تو نمیاد ولی لنگ به من میاد. آفرین گنجینه بابا رو خوب نگه داشتی. آفرین آفرین. بکن یه آدم اینقدر خودش عاشق موسیقی اون وقت نمیذاره بچه‌هاش برن سراغ موسیقی. تو که رفتی؟ چه رفتنی؟ بخی شدی؟ نه هر کدوم خواستی بگو خودم بهت میدم. بشین بشین تو رو خدا، مزاحم نمیشم من. نه نه مزاحم نیستی، بیا بیا. شبا یکم تمرکز میکنم که بتونم بهتر بخوام. تام بشینم. بی بشین. تا دلت بخواد من رفتم این راه ها رو، هیچ فایده ای نداره. بی خوابی پدر در میاره واقعا. آخه قبلا اینطوری نبودم، موقعی که کار میکردم دیگه دیر دیر دوازده میخوابیدم. آخه اینقدر زودم واقعا خوبه؟ خوب نیست آقا، تازه سر شبه. راه ایدئولوژی های دوی و جامعه کشونت. آخه این سریاله شروع شد الان، یعنی خاموشش کنم؟ نه اشکال نداره ولی با صدای کم ببین. برشت اخو نمیدونی عالمی داریم ما با این ناهید، کار نداریم که. صبح تا شب نشسته با این سریاله، منم پا بپاش این دیوونه ها با هم میبینیم میخندیم گریه میکنیم. شما دنباله میکنی؟ نه من اصلا دوست ندارم، از سلقه تو هم بعیده. منم دوست ندارم ولی چه میدونم، همین که یه جورایی تموم نمیشه حال میده دیگه. من یکی که دیگه حوصله چیز جدی رو ندارم. خیلی خوب من مزاحمت نمیشم، تو برین من میرم بخوابم. شب بخیر. اگه خوابت نمیاد دوست دارم آخرین کارامو ببینی، خوام بدونم نظرت چیه. از همجا بزن بارون با. چقدر خوبن اینا، خوبی نمایشگاهی جایی بذار که همه ببینن. الکی نه واقعا خوبن.
کی به ما اهمیت میده آخه؟ فیلمه. ببین یه نداره، ناموسی نیست. دورا که میامدیم یواشه که از ناهید گرفتم. خودش حواظش نبود. خب چرا آخه؟ چون وقتی حواظت نیست خود خواهیتی. پس یعنی ما از این بعد حواسمون باشه. با تو هم اصلا تو باقی همه سرتون کامپیوتره. صابخونه پاشو صبح. شایان عمو پاشو پاشو صبح. من نگفتین صبح زودین آه. پس بریم تو آشپزخونه دیگه. اینم خدمت شما. بفرمایید. دست در نکنه. مرسی. چه میز خوشگلی چیدی. خیلی وقت بودیم وقت صبح حلیم نخورده بود. گواره وجود نوش جون. چه رفتی حلیم گرفتی؟ چهار چهار نیم بود انگار. یه نیم ساعت پیش. شما اگه صبح زودی نبودی همیشه. چرا؟ ولی دیگه انقدر زود نه. خب من دیگه نمیدونستم. خب ما دیگه بریم دنبال کار زندگیمون. مترو پترو این نزدیکا چی داریم؟ کجا میری بشین صبحونه بخور. من خوردم. کلی کار دارم. بعد برم. کجا کار داری؟ بابا کلی کار دارم. کلی عقب. بعد برم عکسام بدم چاپ کنن. برم لنز دوربین بخرم برم بازار تهران عکاسی کنم. برم چند تا نشریه هنری ببینم عکاس مکاس میخوان. چند تا آموزشگاه سر بزنم ببینم کارمار میشه پیدا کرد. یه سرم محل قدیم. یه سرم برم قبرستون ظهیرالدوله. آخه این همه کار تو یه روز؟ آره بابا کلی هم الان وقت تلف کردم. خیلی زود حالا. شایان. عمو. دوست دارم. نره یه مشکلی پیش بیاد. بلند شو یا باهاش برو یا اصلا برو ببین پول داره یا حداقل به خود برش رو ببرش مطب. خسرو جان. خسرو آره آره خوبه. آره آره خوبه. خوب خوب صبر آره میدونه. ببین طوریش نیست فقط خود حساس شده. این عقبی پوسیده است. میگم من این پوسیده رو برمی‌دارم بعدش هم باید عکس بگیریم. ای خدا خدا درد نمی‌کنه طوریش نیست. وقت درد نمی‌کنه یعنی طوریش نیست دیگه. حالا ببینم ببینم به نفته دیگه. من میخوام دندوناتو درست کنم. نکن نکن این چیه؟ نکن حسین جان عزیزم من دندوناتو میخوام درست کنم. نکن حسین بابا نمیاد دندان در حالم به هم خورد. نمیخوام بزن بذار یه نگوه بذار دندوناتو میخوام درست کنم دیگه. نکن بابا نمیخوام ولم کن بابا. برنامه فردا چیه؟ چون گفتیم وقت نداریم برای ساعت 4 این پلن تا آقای جهانبنا رو گذاشتم. صحیح. برادرمو ندید اینجا؟ نمیدونم. همین جاها بودن. آقا خانم مریضای دکتر رضایی هستن؟ بله. یعنی شما گرفتم تو کی هستی برای چی گوشو برداشتی؟ بابا خونه ما سنگ زده بابا کی باز گوشو برداره؟ من باز بردارم دیگه. یه چیزایی میاد آدم دوچار جهش زمان اینجا چی کار میکنی؟ من گپ میزنیم با آقای دکتر. خب بریم که آقای دکتر به مریضاش برسیم. آقای دکتر ارادت. نه بابا کجا میخوای ببریش؟ ما داریم حال میکنیم. آقای آقای گوهریان. بله بله. به کارش میرسه دیگه ها شما؟ بله بله نگران نباشید حتما نیست. مطمئن دیگه ها؟ بله بله. شما یادتون نره خونه ما آقا. آقا من گرفتارم. بابا 10 دفعه زنگ زده علی گفته داره حالا من خودم میزنم آقا خسرو بریم تشبیه افتخار بدین. من که نمیدونم چه خبره خب اگه تهران بودم باشد. بیا بیا اینجوری کاری بیا بعد آقا خوشحال شدم قربونه خدا تو خدا فضا خدا خدا. بابا خیلی خوشمزه شدم. خوشمزه شده بود تعارف نداشتم میگفتم ولی خیلی خیلی خوشمزه شده. حالا من توه من بلد نیستم. کاری نداری که حکم میخور تو تیل دروازه حکم
نشد. یه بار دیگه. آفرین. دیدی دیدی یه دیگه. باشم نوبت شماست. حالا میشه من بعدم بزنم؟ بعدن نداریم دیگه. باشو. جانیارم زد الان دیگه باشو. باشو شایان جان باشو. دوست نداره الان بزنه. او چه اصراریه؟ نه میزنه میزنه. پاشو بزن. آفرین. ببخش باش. کلن پزشکای متخصص اونجا وضعشون خوبه. بله وضعشون خوبه برای اینکه پول خوب میگیری، وگرنه هرکی میتونه میاد اینجا کار درمونش انجام میده. چرا؟ خب واقعیتش اینکه خب خیلی گرونه، البته به پول اونا گرون نیست. آفرین. اون زمانی که باشگاه برای خرید واسه ما اقدام کرد، خب اینطوری چندانی اون نداشت. دقیقاً. آقا من وضعم راضیم، فقط اندازه شما دوتا عجله ندارم. چه خانم ساکتی شما، چیکارا میکنی؟ دیگه مرتضی جون جای من هستن، همه کارا رو انجام میدن. اختیار داری؟ کی میتونه جای شما رو بگیره؟ بله. من تو شوخی میکنم، من تصمیم دارم تا به دنیا آمدن دختر کوچولو یکم استراحت کنم، بعدم بهترین وقت برای خوندن تخصصم. بله بله خیلی خوبه، کار خوبیه. آقا خسرو بچه ها میفهمید بچه ها دسر آماده هست. بریم دسر بزنیم تو رک. Don't find Amadeus Smutzak. ای جان. عجب دستری. بفهمی. ببخشید من سوالی داشتم. شما وقتی مهمونی میگیرین دور هم جمع میشین، جز صحبت کردن درباره لو و لوچه و لسه و لوسه و ایمپلنت و اونپلنت و اینا چیز دیگه بلد نیستین؟ نه جدی. ما بعد چند وقت جمع شدیم، نیده بودیم که هم دیگر رو. گناه ما چی خب؟ دلمو ترکید بابا. راست میگه بنده خدا حوصله‌اش سر رفت. چه کنیم خب؟ بازی کنیم. چی؟ بازی کنیم. چی بازی؟ هرچی. بابا اینا ماش پی پاتال اینا بازی سن با شما هستن. آواز بخونین. آواز بخونین. آقا شروع نکنید. بخونین. آره بخونین. همونجا 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 اتفاقا شروع شد. بخونین. آره تو که میخونی همیشه بخون دیگه. حالا من یه چیزایی میخونم مثلا سلیقه جان. بخونین. بخونین. خود مرتضیش منتظریم. بزار بزنه نم نم بارون، بزار تازه شه روح بیابون، زمینمون ترک ترک رو زخمامون نریز نمک. بیافت چرا اونجوری میکنی؟ فکر کنم یه 27200 تومن بود به یکی بدهکار بودم، یه 12500 تومن به یکی. بابا این چیه؟ یاد بدهکاریامون افتادیم. آقا این زوق آدمو کور میکنه. چیه؟ من یه چیز بخون دلم واشه. من که گفتم اول نمیخونم. دکتر جان شما بخون. اصلا من تو این وادیه نیستم، به من کاری نشو. ولی شما به قیافتون میاد اپرا ها. نه بابا. فیگارو. آقا چرا شما خودت نمیخونی؟ فیگارو. شما پیشنهاد بهتر دارید. دکتر نظری بفرمایید خواهش کنم. من که حالا بقیه بخونن.
آقا بفرمایید دیگه. من صدا ندارم که بلد نیستم. آقا بخون یه شعر چیزی بخون. اصلا آواز نمیخونه. همون یعنی چی مگه میشه؟ همون نمیخونه. صدا ندارم. نمیخونه. بچه بودیم روسری مامان خانم کش میرفت. خدا بیامرزه مامانو. سرش میگه بچه ملار دور برای خوش جمع میگه معرکه میگه ببین. خسرو. چه ما دورو میگم مگه کی بود معرکه میگرفت بچه ملار جمع میگه پول جمع میگه ازشون میرقصید واسش میگه. رقص. بچی. واقعا این کارو میکردی؟ بیا. تو دروغ نه خیر واقعا بله درسته دارم دروغ میگم آقا من 100 تومن میذارم وسط اگه ناصر برقصه میخوام ببینیم رقصش من 200 میذارم وسط این برقصه شیشه وقت نرقصه دکتر نظری باید برقصه دکتر نظری باید برقصه حالا هبار هبار یا هبار یارم بیای هبار هبار یا هبار دلدارم بیای این دل عزیزم دیگه طاقت نداره یارم بیای دلدارم بیای یارم بیای دلدارم بیای یارم بیای نکن یارم بیای نکن بابا بیا خود برقص آقای ناصر خان یعنی چی؟ شوخیه دیگه آقای ناصر خان چرا اینجوری؟ بایی نظر ما گفتیم برقص دیگه نه اصلا تو ناراحت نباش مورد زبا شو بذار من برم ببینم چی باش اینجا یک کافه خیلی خوب هست من تو دوست داری پیش هم میاد آره ازش خوبه موبایل تو داری؟ بزر بام بدیم الان ناصر جان یه دقیقه بشین جانم بگو بازار چه پشت خونه با خسرو جون تا که درگیری خیلی خوب خودم میرم برش میدارم باش به کارت برسیم خود برسیم کجا بریم؟ سریع بریم خونه ماشین من بذارم آژانس بگیرم برم دنبال شایان کلاس موسیقی آژانس هستی؟ بریم با همین دیگه نه نه مرکز شهر خیلی شلوغه باشه خب بریم خوبی داری رانندگی میکنم اینجا که خلوته هر روز میام مثلا یه نیم ساعتی میشینم اونجا مرکز شهر شلوغ میترسم بابا جان همینه دیگه های خود شلوغ تر چند وقت نشستم صادقانه میترسم اون موقعی که زن آقا ناصر ما شدی خیلی شجاع‌تر از این حرفا بودی یا سوارکاری میکردی پس چی شد اون شر و شوریه یعنی واقعا بریم بریم دیگه تو گواهی نامه داری دور بزنم باشه آره مشکلی باشه میشینه الان همراهته آها دیگه برو بریم باکس آت کردم با ماشین اوتومات کنه هر کسی نیست زمان نچست چایی بوده همون را به دستا من بیا سلام سلام چرا اینجور نگاه میکنی؟ چت شده میترا؟ کدوم آدم عاقلی هم چه کاری میکنه؟ ماشینو برداشتی بردی تو اون شلوغی؟ مگه چی شده حالا؟ چی شده حالا؟ اگه به یکی میزدی یکی بهت میزد کی جواب میداد؟ با یه بچه همراهی بچه تو شکم؟ اگه به خودم بود که یک سال دیگه هم نمیرفتم نه؟ مگه قرار نبود من چند جلسه بیام کنارت بشینم تا راه بیفتی؟ تو اصلا وقت داری؟ الان چند هفته است میگی میای؟ اومدی؟ خب میبینی که من کار دارم گرفتارم میذاشتی یه ماه دیگه نه دو ماه دیگه یعنی من وایستم مراحل کاری تو رو تماشا کنم؟ هفت سال ننشستی الان واجبه توی وضعیت؟ آره الان واجبه به خاطر که الان وقت من آزاده پس اون مشکلت اینه من مشکلم این که هر چیزی از راهش نه بی فکر و بی برنامه من مدام نگرانم که این دو هفته بگذره مشکلی پیش نیاد از تو هم انتظار دارم که بفهمی نگرانیت بیجاست هیچ مشکلی هم پیش نیامده اونم گواهی نامه داره من تنها نبودم اون گفت تو هم باور کردی 10 سال پیش ماشین چپ کرد تو مرداب انزلی گواهی نامه داری seeing
میگفت شما دستگاه رو بس کنین. تازه دیروز بازی کردی رو ساعت. میخواستیم ببینیم بازی جدیدی که خریدیم چطوریه. من این قرار نبود هفته یه بار بازی کنین. بینی همون که هفته دیگه داره میره. چه گیر میدی آقا جون؟ من بهش گفتم اشتباه کردی. وقتی نمیدونی وضع زندگی ما چجوریه برای چی دخالت میکنی؟ چه دخالتی کردم؟ بی خودی شلوغش میکنی. بیا چجوریه؟ چرا قد شد؟ خب حالا به بای جلو میره. ناهید ما با هم توافق کردیم. من برای دو هفته برنامه ریزی کرده بودم. اگه همون موقع میگفتی که بیشتر میمونه خیلی خوب، من یه فکری میکردم. نه اینکه الان بگی. ناصر جان اینجا که نبودم ببینم موقعیت چیه. بابا من چرا متوجه نیستی؟ من 20 روز دیگه سفر کاری دارم، بهت گفته بودم میدونستی. تو به سفرت برس، اونم داره زندگیشو میکنه دیگه. نمیتونم. همین الان به من بگو دقیقاً کی میای، یه تاریخ دقیق به من بگو. ببین تا اوضاع این ور سر سامون بگیره یه ماه دو ماه دقیق نمیتونم بگم. یعنی چی نمیتونم بگم؟ برای اینکه میترسم بعد قول شم. خیلی خوب باشه هیچ اشکالی نداره نایه جان، هیچ اشکالی نداره. من خسرو رو میبرم میذارم بیمارستان تا تو برگردی. چیکار میکنی؟ میذاری بیمارستان؟ ناصر خجالت بکش. آقا چی نمیگی؟ گوشی بده من. تو دخالت نکن. بده من. الو دایی خیلی جالبه، یه جوری حرف میزنه انگار فقط مامانه که وظیفه داره. مادرم این همه سال بعد فوت مادر بزرگ دایره نگه نداشته، یه بار لب شکایت باز کرده. عزیزم مامانت خونه زندگیشو برداشته برده یه الاغ شمال، تنهاست، گرفتار خونه و زندگی و گره کار نیست. یه به تنها زندگی کردن داره، میتونست قبول نکنه اصلا. فکر کنین اومده تفریح، مشکلات منم بخوره تو سرم اصلا. حق نداره بعد 7 سال شهده زود دخالت نکن. گوشم مامان آخه. ناصر جان چی کار کرده خسرو؟ سلام نایت جون، قربونتون برم. نه اتفاق خاصی نیفتاده. چی میگه من؟ خسرو جان خودش اومد، میخواین گوشی رو بدم باش صحبت؟ نمیخواد بیاد. شنیدم چی گفتیم، بده من گوشیو. الو الو نایی چی میگی تو؟ خب به من چه؟ من چیکار کنم؟ من نمیخوام اینجا بمونم. میترسم دیگه نخواد بیاد. دو ماه دیگه زنگ میزنه بگه دو ماه بعد 4 ماه بعد هیچ نیاد. نه هیچ جونش به جون خسرو بنده، مگه میشه نیاد؟ بعدم مشکل شیدا واقعا جدیه. کار درست نکردی، راه دور به ناهید میگی من میبرمش بیمارستان. عصبی شدم، سخته. خب کلی از کارهای تحقیقاتی مونده، این هم مدت نصف نیمه رفتم مطب، کلی از کارهای جراحی رو کنسل کردم. خب این 2 هفته بود فرق میکرد. خب اتفاق پیش میاد دیگه. بشین الان به کارات برس، من میرم مطب. چجوری میری؟ تو اعصاب کار کردن داری؟ پیدا میکنم، الان حالم خیلی بهتره. 2 ماه پیش رفتی نتونستی، باز میری میفتی به قرص و دارو و حال بدی و این دکتر و این دکتر. الان حالم بهتره، من میتونم. من تونه باز کنیم لطفا. من باز کنیم بیشتر. خب چی شد دردتون؟ لنگه هاره. خان دکتر خوبی؟ میترا جان خوبی؟ نه حالم اصلا خوب نیست. خان سیده من واقعا از شما معذرت میخوام، نمیتونم امروز کارتون انجام بدم. چرا خوب نمیشم؟
چرا این موضوع از ذهن من دور نمیشن اصلا؟ وقتی بهت میگم یه مدت نیا، استراحت کن، به خودت برس، بشین تو خونه برای تخصصت بخون، برای خودت میگم. به جای اینکه کمکم کنی برگردم بهم میگی نیا؟ عزیزم من که جلو تو نگرفتم، هر کس دیگه هم جای تو بود اذیت میشد. زدی لثه و زبون طرف رو پاره کردی. ما برای اینکه طرف نره شکایت کنه ایل و تبارش هم داریم همینجور مجانی معالجه میکنیم. مگه از عمد بوده که انقدر اینو تکرار میکنی؟ حالا هرچی، تو اون لحظه تمرکز نداشتی، اون زبونش آورد جلو، تموم شد رفت دیگه. بعدم که مرتضی رو برداشت آوردی که دیگه من دوباره بر نگردم اونجا. وای باز شروع شد، 5 ماه داری همین حرف رو تکرار میکنی. بابا قضیه مرتضی اصلا ربطی به رفتن تو نداره. اومد گفت بیکارم بی پولم، گفتم باشه. یونیتم که خالی افتاده بود، هنوزم که داره از درصد کارش به ما سود میده، برای همیشه هم که نیست. تو واقعا از ماجرای شمع پیش برای مرتضی هیچ حرفی نزدی؟ نه. بس چرا امروز به من میگفت که خوبی، بهتر شدی؟ چرا؟ نمیدونم. تو نیستی بخوابی؟ نه اصلا، سردرد عجیبیه، نمیدونم چمه. چی درست کردی براشون؟ پیشنهاد سرآشپز امشب استیک با سس خامه. بفهم شما میل کنین که یه وقت بهشون بر نخوره. بکشم برات؟ نه، حتی بوی غذام داره حالم رو به هم میزنه. حال مارم. ولی یه خاصیتی داره واسه سرگرمی خوبه. شاید انگری برد بیدیدن از این بزرگ باش بدونم. نه این انگری برد همونه که ستا میشه. نه این همونه که ستا میشه، اینا ستا یعنی آقا. یه بار گفتم این کارا سر میز غذا درست نیست. عمود که متوجه نیست. تا می توجه شدی؟ این از اون انفجاری هاشا. می گم نکن! خواهش گم شو بیرون! خواهش گم شد تو اتاقت! مثلا یک کلمه چیزی نمیخوام بشنوم، بعدا راجبش صحبت میکنیم. یه لحظه عصبی شدم، فشار روم بود. عصبی؟ مثل وحشی ها باش رفتار کردی. با منی؟ دقیقا با تو هم. برو بیچاره رو بیا یه لقمه یه چیزی بخوره باش نشه. خسرو جان بیا یه چیزی بخور. این کارو نکن.
دست شما درد نکنه. خیلی خوشمزه شده. دوست جونه. بعدش میتونم تلویزیون تماشا کنم؟ آره چرا که نه، حتما. به جمعه است؟ نه، شنبه است. چرا مثل جمعه هاست؟ حوصله داری دو دقیقه با حرف بزنم؟ آره بگو. بسیار خانم، من ظرف رو خواهم میشورم. هر کاری دوست داری بکن، اینجا خونه خودت. ببین خسرو، میدونی که اومدن ناهید معلوم نیست، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، دقیق نگفته. خب راحت حرفتو بزن. هم تو با اخلاق و رفتار من آشنایی، هم من با تو. من دو سه تا راه به ذهنم میرسه. میخوام بگم که تو میتونی تا اومدن ناهید اینجا بمونی. برادر منی، مهمون منی، احترام تو دارم، به شرط اینکه تو هم احترام خون زندگی من داشته باشی. تو شرایط منو میدونی، من دوست ندارم با هم دیگه دوچار مشکل بشیم. دومیش چیه؟ اینکه تو این مدت بری رشت خونه ناهید. اگه دوست داری برات پرستار میگیرم کنارت بمونه. خودم هفته یه بار میام بهت سر میزنم، هرچی هم خواستی برات تهیه میکنم. سومیش چیه وقت؟ سومی دیگه وجود نداره. چرا دیگه؟ بس صبح ناهید چی داشتی میگفتی؟ معذرت میخوام، عصبی بودم، چیزی گفتم دیگه. چی عصبی بودم؟ تو تو بهش فکر کردی. تو همین الانش داری بهش فکر میکنی. تو که نمیخوای. داری اشتباه میکنی. تو با تکلیف تو باشه. باشه. این بیمارستان میکنی. همش عین همین. باشه. نظر در مورد حرفایی که الان زدم چیه؟ من تنهایی اذیت میشم. خب بس قبول میکنی دیگه. ها؟ قبول دیگه. من میدونم که همون خسرو رو خیلی دوست داری. تقصیر ولی... من بود که شما با همون خسرو دعوا کردید. نه تقصیر تو نبود، اشتباه از من بود که جلوی شما این کار کردم. سر یه بازی فقط. غذا به هم پرت کردن اسمش بازیه؟ نه ولی اینو شوخیه. آخه شوخی جا داره، شوخی زمان داره، همینجوری که نمیشه. ولی شما زدیش. تو رفتار عمو رو ندیدی؟ من اگه اون کار رو نمی‌کردم این کار بدتر میکرد. مگه عمو بچه است که شما تنبیهش میکنید؟ تنبیه که فقط برای بچه ها نیست، منم اگه کار بدی کردم باید تنبیه بشم. آدم یه وقتایی مجبور میشه دیگه، متوجه بابا؟ ها؟ ای والا میکشی بالا، حالا منالا میکنی هاشا، باره میلنگه اولا قلنگه، شیشه و سنگه مشتی ماشالله. اه بابا، امو خسرو کو؟ داره ساز میزنه اینجا؟ بابا میتونم برم پیشش؟ نه میریم خونه. بیا اینم کنترلیه. خیلی قشنگه، دست برتم. آرنگش خوش اومد. خیلی خوبه. به یارو میگم گلبهی بده آجوری میده، ولی اینم قشنگه. نه نداشتم اصلا اینم. عمو چند تا دستت درد نکنه. بله سرت بابا. ناصر بیا اینم واسه تو گرفتم. بیا میخوای بری لکچر بدی اینو بپوش. تو چرا آبروریزی رو میندازی؟ چیکار کردم مگه؟ وای میسی تو محل ساز میزنی پول جمع میکنی از مردم. اشکالش هم یه حالی میکنم، پول میاد تای جیبمون. پول میخوای بگو خودم بهت بدم. من پول تو رو میخوام چیکار؟ بیا بفهم. خرجای بی خودی. پول خودم بوده دوست داشتم خرج کنم، اشکالش چیه؟ پول ناهید رو برداشتی خرجای الکی کردی. اما ناهید حساب کتاب دارم، تو چرا حرص میخوری؟ من حرص بی مبالاته تو رو میخورم، بالای 40 سالته. آخه اینم شد کار؟ تو از کار من چی میفهمی؟ چی میدونی؟ کار چیه که ما تا حالا نفهمیدیم؟ دو روز عکاسی، دو روز موسیقی، آخه تاش چی داشته برام؟ هرچی که از من تو کار خودم استادم، درجه یکم. ناصر خان نمیدونی بدون. از این توهم بیا بیرون. 4 تا شهر رو گشتی، 2 تا عکس گرفتی، فروختی. آخه شده یه گالری بذاری 4 تا آدم حسابی بیان ببینن نظر بدن؟ آدم حسابی یعنی کی؟ یعنی تو؟
نه یعنی تو. اون موقعی که من هرچی پول داشتم خرج کتاب و تئاتر و فیلم و موسیقی میکردم، تو کجا بودی؟ اون موقع اونجوری بودم، الان دلم میخواد چرت و پرت و مزخرف ببینم. مشکل چیه؟ گالری نذاشتم، دوست نداشتم، اهل این کارا نبودم، اهل شوآف نبودم، دنبال این چیزا نبودم تو زندگی. خب پس دنبال چی هستی؟ کار چیه؟ درآمدت چیه؟ آویزون این اون بودن؟ بس دیگه. نه صاحب کو ببینم چی داره میگه. من آویزونم؟ چن چن تام برو درساتو بخون. من آویزون این اونم؟ برو. من که 17 سالگی خونه بابام زدم بیرون. تو آویزون بودی که دای خودچیرینی می‌کردی حمایتت کنه. من آویزونم؟ خودت رفتی آسی کرده بودی همه رو. مگه بابا بیرونت کرد؟ بابا تو خونه که داری زندگی می‌کنی واسه شرط می‌ذارن، شروط می‌ذارن، یا باید اونی باشی که ما می‌خوایم یا جلو پلاسو جمع کن هری. هر کی باشه میره، تو باشی نمیری؟ خب میخواست تو پیشرفت کنی، کسی بشی برای خودت. خب مگه شدم؟ یه سال آواره کوچه خیابون بودم، پرسیدی خرد بچن، کجا بودی، چی میخوردی، چیکار میکردی؟ حالا من آویزونم؟ مگه اومدم در خونه تو که آویزونم؟ پس کجا میدونی ما اون یه سال چی کشیدیم؟ همه جا رو دنبالت گشتیم. میگه وقتی پیدام کردی که رد داده بودم. نوشدارو بعد مرگ سهراب. والا صد بار گفتی شما کردین، شما باعث شدین. بابا عمو رضای ما مریض بوده، ژنتیکی منتقل شده. ناصر انقدر ژنتیک نبند به ناف منو، با کله میرم تو این شیشه ها. خواستش هم میشه ناصر میشه بس کنی؟ اینا منو مریض کردن، به روح مادرم اینا منو مریض کردن. همیشه بهترین بهونه بوده برات. به خسرو چیزی نگین، به خسرو حرف نزنین، خسرو مشکل داره، بابتش هر کاری دوست داشتی کردی. تمام فشارها و خواسته های بابا و دیگران رو دوش من بوده. از علایقم کوتاه اومدم، نذاشتم کسی بفهمه تو سرم چی میگذره. تو هیچ کدوم از اینا رو نفهمیدی، تو خیلی چیزا رو نفهمیدی. مثل همین خرجای الکی که میکنی، پولی که هر ماه من به ناهید میدم. بابا چی چی تو به ناهید میدی؟ ناهید خوش حقوق داره. آره، خرج دوا و درمون و قرص و دارویی تو میشه اون حقوق. اینا رو بهت میگم که بفهمی، که به خودت بیای، نه که منت بذارم. بفهم که پس ما جیره خور تو این خودمون نمیدونیم. ها باشه، حالا خواهد شده. خسرو جان نکن این کار. خسرو جان بسه دیگه، بسه دیگه. واقعا خسرو من دارم کار میکنم اینور. کارتو بکن، من با تو چیکار دارم؟ صداش میاد دیوار به دیواره. چرا نمیخوابی؟ عمدن میزنی؟ دیگه نمیزن. نزن. قرصاشو به موقع مصرف کرده؟ بله، تا جایی که حواسمون بوده بله. مشروبات الکلی، مواد مخدر مصرف نداشته؟ نه نه. پرخاشگری، هزیونگویی، آسیب جسمانی به خودش و دیگران؟ عصبی میشه ولی این مسائلو نداشته. نه چند وقته اینطوری شده؟
از اولش داشت یه سری رفتارا رو، اما بعد از اینکه خواهرم زنگ زد گفت دیرتر میاد تشدید شد. البته غیر بیماریش هم این آدم چندان با ثباتی نیست و بعد از این همه سال بیماری انتظار رفتار 100% طبیعی نمیشه ازش داشت. این نشانه‌های رفتاری که شما میگید مثل بیخوابی، پر انرژی بودن، شادی بیش از حد بخشی از علایم بیماریه، میتونه شروع فاز شیدایی باشه. پس با این حساب باید بستری بشه دیگه؟ نه فعلا هنوز نه. شما خودتون آگاهین که باید روند پیشرفت این علایمش بیشتر بررسی بشه تا بشه نظر داد. شما سعی کنین با صبوری و آرامش باش برخورد کنید. اگه موفق نشدین با هم در تماس باشین. خسرو کجا؟ این ماشین مال شماست؟ نه، زنگ زدم. کی این ماشین مال شماست؟ نه، الان میاد. این صاحب برده ولی کیه؟ الان میاد. خسرو. عجل آقا زنگ زدیم آقا صاحبش. خسرو دیوونه شدی. دیوونه شدی. آخه کارا چیه؟ برو تو خونه. برو تو خونه. برو تو خونه. این باید این سرش را قدشه بیده برو تو این سرش قدشه نمیده خسرو برو تو خونه خسرو لباس بگوش بریم کجا داریم؟ دکتر من عصبی بودم فهمیدی؟ آره دیشبا نتونستم بخوابم آره میدونم دم حساب یه دقیقه خوابم برده اینکه این کثافت زر نمیره خاموشش کنه خواب میدونم میریم تو رو حرف میزنیم کجا میخوام بریم؟ دکتر نه نمیخوام بریم دکتر من خسارت چه میدم؟ کل خسارت چه میدم؟ حالت بده نه من دکتر نمیام حالت خوبه حالم خوبه خیلی خوب مزرد بخوام مزرد بخوام نمیخوام بلم کن خیلی خوب شده. دو ساعت من خونه نبودم. پس تو هم شنیدی؟ آره همسایه‌ها گفتن. چه آبروریزی؟ حق داری. کلی التماس یارو کردم که نره شکایت کنه. حق داری. الان چه در اتاق؟ برای اینکه نمیاد بریم دکتر. میخوام زنگ بزنم بیام ببرنش. فقط درو گفتن. ببرنش؟ بده من ببین تو الان عصبانی هستی. ممکنه این بلای سر خود شما بیاره. بذار من دو دقیقه باهاش صحبت کنم. خواهش خالت نکن. اون برادر منو من میشناسمش. حداقل با دکترش تماس بگیر بذار ببینیم اون چی میگه. خیلی خوب میخوام همین کارو بکنم. فقط نظر شاهین از اتاقش بیاد بیرون. حالش چطور خانم دکتر؟ بهتره، هم ترسیده هم استرس زیادی بهش وارد شده. دوز قرصاشو زیاد میکنم و با یه داروی جدید که از فاز شیدایی بیارتش بیرون. چقدر زمان میبره تا بهتر شه؟ تا دارو اثر کنه طول میکشه. نگران نباشین بهتر میشه. چطور نگران نباشم خانم دکتر؟ میبینین شرایطه که من میفهمم، ولی شما میدونید مراقبت از این بیمارای دو قطبی سختی های خودشو داره. اینا خیلی حساسن. فقط با یک حادثه، یک اتفاق، خلقشون 10 برابر من شما دگرگون میشه. اتفاقا بعد از یه درگیری فیزیکی که با ایشون داشتم به هم ریخت. ربطی به اون نداره، قبلا هم کارهای نامربوط میکرد. به نظر من خیلی عادی بود. همه چیز تاثیر داره. همین مسئله‌ای که شما به من نگفتید، شما به من زنگ زدید امروز گفتید که همین کارا رو میکنه. حالا که اومدم میبینم که خودش آگاه به علامتی که داره برمیگرده، ولی هنوز به مرز بحران نرسیده. بیا این دو تا قرص اول بخور. چرا بعد دو تا بخورم؟ دوزشو برده بالا، تازه قرص جدیدم داده. بیخود کردم همشه دارم بخورم. من که تجویز نکردم، دکترت داده. مخمونم زدی قرصمو زیاد کنه تا خوابم بردارم داری ببریم تیمارستان. منفی بافی نکن، من نمیخوام جایی ببرمت. بخور که خوب شی. من خوبم. خوب نیستی.
اگه نخوری آره کارت میکشه به بیمارستان. بخورم هم میکشه. نه بهت قول میدم. بیا سعی کن بخوابی. شب سن صدای همسایی ها در میاد. من باش حرف حرفالش نمیشه که میشه بریم و نبینتت. بهش بگو ساز شو برداره بره بیرون از این خونه. غلطی دارش میخواد بکنه. میشه خواهش کنم یه چند وقت نیای خونه؟ قبل سفرت بریم مطب همونجا بخوابی به کارات برسی. اصلا نیای خونه. یعنی شما رو اینجا تنها میذارم برم؟ وقتی نمیتونی مدارا کنی تحمل کنی حساب منو داری به هم میریزی. من به هم میریزم؟ برای همین گفتم بره بستری بشه. اون دکتر احمقش اومده این قرص نمیشه. چی شد؟ من نمیدونم ناهید با دکتر چه حرفی زده، چی گفته که بسرش نمیکنن. یعنی ناهید با دکتر یه کاری کردن که این دیوونه تر شه؟ تو حالت خوبه؟ میشه خواهش کنم بری؟ میشه خواهش کنم بری؟ خسرو جان، خسرو، درو باز کن، درو باز کن، خسرو. میمینار لامینار دو ماجار میمینار میمینار لاماجار لامینار لامینار برو میمینار لامینار دو ماجار شایان چهار صبح فردا باید بریم مدرسه. میاد علی بابا. شایان من با تو نیستم. میشه یکم دیگه بمونم تا هم خوابش ببره. اما تو این چیزا خوابش نمیبره. بیا برو. یلا حالا دوباره با هم کار میکنیم. پیانو با آلترم اینا خیلی پیانو والا آدم های اصاب افتاده است. برو بخواب. بابا تو اینجا چیکار میکنی؟ برو بخواب دیگه. میشه تو اتاق عمو بخوابم؟ همین امشب فقط. قول میدم دیگه نرم. تو حال عمو رو نمیبینی؟ برو تو اتاق مامان. تو رو خدا اتاق مامان برو دیگه. شایان بیا بیا این شیر رو ببر بده با عمو بخوره راحت بخوابه. فقط نگی من دادم ها، به اون خودت آوردی. خب بیا. چرا؟ چون همون دوستت داره از دستت میگیره. اصلا صبر کن. برای تو هم میریزم که با هم بخوریم. خب؟ ولی من آخه مسواک زدم. عیبی نداره دوباره میزنی. اونا رو بذار اونجا خودم میار. حتما بگو خودت آوردی. بگیر. تو لیوان خودت بخوری یا برو. عمو بیاد براتون شیر آوردن. از چی؟
کمک میکنه بهتر بخوابید. پای در شب میخوری؟ من بعضی وقتا میخورم. کدوم شماره منه؟ این. من اون انگری ورزر بیشتر دوست دارم. آخه این لیوان شخصی منه. یه نفس؟ سر چی؟ یه پیتزا. بشما. یک، دو، سه. زهری اومد به من گفت آلبوم میخوام. من از کجا میدونستم میخواد این کار رو بکن؟ آخه این چه کاریه؟ ناصر سر به سرش نزد ببین دیگه. کجا سلام؟ این آخریه که حالش بد بود خیلی اصرار کرد برم ببینمش. خیلی هم دلم واسش تنگ شده بود ولی نرفتم. نرفتم چون نتونستم ببخشمش. گذشته ها گذشت، ولش کن خسرو. آره گفتنش واسه تو آسونه چون به زندگی تو که گن نزده، به زندگی من گن زده. تو فکر کن بهترین دانشگاه فرانسه رشته عکاسی تو رو بخوان، بعد اینا بردارن برگش رو قایم کنن به نشون ندن. ما اصلا هیچ وقت همچه برگه ای ندیدیم. شاید هم اشتباه فرستادن. انقدر کینه به دل نگیر از همه. آخه داری دروغ میگی. شما هیچ کدومتون نمیخواستیم من هیچ وقت هیچ گویی بشم. آخه چرا؟ موفقیت تو که همه ای ما رو خوشحال میکرد. نه چون هر وقت حرف زدم بهم گفتین خوله چه. کی ما رو دید؟ که من خواستم یه کاری بکنم کسی گفت بارکلا. توهمه خسرو، توهمه. توهمه؟ مثلا میشه لطفا توهمه؟ مثلا میشه خواهش کنم یه دقیقه ما رو تنها بذاری؟ همیشه همینجوری بودم. تو یه آدم موفقی، هنرمندی، یه عالم انگیزه داشتی، کارهای خوب قرار بود بکنی. دلت خوشا، چه گویی شدم. خر پیر سالم شده هنوز دستم جلوی این اون درازه. بابا حالم بده، چه ایشکی نمیفهمه. چی حالتو خوب میکنه؟ خوام برم. کجا خسرو جان؟ نمیدونم. دیگه نمیدونم. مخم نمیکشه، عقلم جای قد نمیده. نمیدونم کیم، چیم، اصلا چی میخوام. من میفهممت. خودمم حالم مثل توه، منتها باش کنار اومدم. صبح بلندشم میرم راه میرم، میام کارهای خونه رو میکنم، میشنم برای تخصصم میخونم. بالاخره زندگی همینه دیگه، یه جور باش کنار اومد. فکر کردن ما چیزی رو عوض میکنه؟ معلومه چیزی عوض نمیشه. چیزی عوض نمیشه چون دنیا همیشه همین گویی که بوده است. چون هر طرف نگاه میکنی یه جوری حالت بد میشه. من برعکس تو نمیتونم خودم گول بزنم. نمیتونم. چیکار کنیم؟ مگه دکترش نگفت قرصاش دیر اثر میکنن طبیعیه؟ اینجوری؟ غذا که نمیخوره، از صبح تا شب که خوابه، افسرده شده قشنگ. خسرو از اولش هم همینجوری بوده. دو روز خوب، دو روز بد. حالا درست میشه. حالا این چند روز خوب میخوابه بده؟ میترسم یه چیزیش بشه. باید به ناهید بگیم، اون همه حال احوالات اینو دیده. بازم بگیر.
جانم خودشو خیس کرده؟ خسرو؟ خسرو؟ چته؟ اوه اوه چی کار کردی؟ حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ چرا اینجوری کردی؟ حواسم نبود. یعنی چه حواسم نبود؟ یعنی این چهار قدم تا دستشویی نمیتونستی بری؟ ناصر جان اصلا حالشو نداشتم. چی میگی تو؟ ناصر جان قربونه دارم این سیگار تو بده به من. سیگار بده به من. میتونم تو خودو ببخشید. شما درست نزنیم من خودم همش میشه. اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. میشه بلنشی شایان کمکت کنه بری یه دوش بگیری سر حال شی؟ آره پاش همون. پاشو شایرم این دم پایی آبا اطرافم تو رو خدا ببخشت. اصلا هیچ اتفاق بدی نیفتاده. ثابت میکنم طاهر دیندار قاتل. ولی پیداش پشت هر ماجرایی تو هست. هر چه میخوای پیگم با دوبار داریم در حق لطف میکنیم ولی نمیفهمیم به جمعمون آدرمون پشت میدی هر واسه تو جمع کنم رو یا مرد رئیست رو درست بایی شده ما بابه یه لحظه صف کن تو رئیس من نیستی آقا یعنی نمیتونی هم باشی. من میدونم تو چه پلیس کسیکی هستی میفهمی؟ میخوای اینو عوضش کنیم یه چیز دیگه بذاریم اینو دوست نداری؟ فرقی نمیکنه. آها اما برم دستگاه رو بیارم با اون سیدی جدید بازی کنیم. آره برو بیار منم بازی میکنم. برو ولی من میخوام با همون بازی کنم شما که بلد نیستید. خیلی خب حالا تو برو بیار. من شرمنده ام قربونت حالا اصلا حالش نیست. دوست داری چی کار کنیم؟ هر کاری که تو دوست داری بگو همون کار بکنم. برم بخواب. خب آخه چی نخوردی؟ آره دیگه چانمی یه روز کامله که تو هیچی نخوردی. نمیشه که قبل خواب غذا بخوری قرصش هم باید بخوری. مثلا ماما دوست داری که نون تو سوپ رو تلیت کنم؟ آره دوست داری. نه واسه زب میکنم بدونی دوستت دارم. دوستت دارم ولی از دستت ناراحتم. اینجوری قول دادی؟ دیگه اینجا نمیمونم تا هم بچست به همون شیدا جونت. اما داری کجا میری؟ شاید همون بازه خود پش خودت. امو خب بگو داری کجا میری؟ خبرم خونم مامان مامان امو امو واسا دره چرا قفلی؟ کلید کجاست امو؟ من نمیدونم کلید کجاست. کجاست کلید؟ کلید کجاست؟ استشان چی شده؟ کلید کجاست؟ چی شده؟ کلید کو؟ که در برای چی قفل میری؟ کجا میخوایی؟ در برای چی قفل میری؟ میخوام برم میخوام برم در برای چی قفل میری؟ کجا؟ میخوام برم 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 الان نصف شب برم خونه. کجا؟ برو در واسه کن. خب کجا میخوایی بری؟ باشه باشه برو در واسه. بیا بشین بعد در واسه. حسه تو به من نزده برو در واسه. هر کاری میخوایی میخوام برم. میخوایی نداری؟ کجا؟ مردی دلم میخواد زندگی میکنم. مردی دلم میخواد زندگی میکنم. به تو چه؟ به تو چه که جلوی من میخوایی بگیری؟ برو کنار. در واسه برو کنار در واسه. خواهش میکنم مامان چی گفت؟ یه دی خود
چه دقیقه. چی گفت؟ بیا. چی گفت؟ کجا میخوای زنگ بزنی تو؟ کجا میخوای زنگ بزنی تو؟ درست نکن. من دیوونه ام. بزن. افرا. میخوای زنگ بزنی کجا؟ عمو خوبی؟ خسرو جان خوبی؟ همه چی تموم شد؟ تو فقط آروم باش، قرص بخور. خسرو جان بیا اینو بخور. خسرو بیا اینو بذارم خونه. ناصر اینو بخور. بذارم خونه. باشه باشه اینو بخور اول، حالت خود بهتر شه. بعد چیه؟ قرصه نمیخوام. قرصه نمیخوام. باید بخوری یه خورده بهتر شه بعد بریم رشت. آب بده بده. باشه آبم بهت میدم. باشه باشه اینو بخور بخور. خسرو 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 ناصر ناصر چیه؟ چرا خسرو بیدار نمیشه؟ خواب لابد. خوابش سنگینه. خوابش سنگینه چیه؟ بیحاله. خسرو خسرو جان خسرو نفسش ضعیف. نفس داره. خسرو خسرو منو میبینی؟ خسرو منو میبینی؟ صدا رو میشنوی؟ خسرو خسرو زنگ بزن اورژانس. خسرو
نباید چجوری بگیم. اصلا نباید چیزی بهش بگیم. یعنی چی بالاخره که میفهمه؟ آخه اون کاری از دستش بر نمیاد. یه چند روزی صبر میکنیم، شاید خسرو از کما در اومد وقتی که لازم نشد چیزی بهش بگیم. خیلی ضربه مغزی که نشده. اگه خوب نشه چی؟ بعد ناهید نمیگه من برادرم و سعی و سالم به شما تحویل دادم، حالا شما با من تماس گرفتی میگه بیا جنازه‌شو تحویل بگیر؟ آخه اگه ببینید دیر بردیمش بیمارستان، هزار یک جور داستان برای ما درست میکنه. خواب بود، ما از کجا میدونستیم چه بلایی میخواد سر خودش بیاره؟ اون که این حرف حالش نیست. ما که به جز قرصای خودش بهش قرص دیگه ای ندادیم. اون خسرو رو میشناسه. کاش اون قرصاشو بهش نمیدادی. اینم تقصیر منه؟ من از کجا میدونستم که اون میرو قرص خواب میخوره که قرصا با هم دیگه تداخل پیدا کنن؟ گشتی؟ کجا رو؟ چی رو؟ قرص خواب دیگه. از قرصات چیزی کم نشده؟ نمیدونم کم شده کم نشده، شاید خودش داشته. نه من چمیدونش رو گشتم، هیچی نبود. تو همیشه کشت قفل بود. نه گاهی قاطی یادم میری کلید روش میمونه. من موندم اون اصلا کی اومده توی اتاق، چون دیشب دست و پاش بسته بود. اما من دم صبح دست و پاشو بستم، ترسیدم مشکلی پیش بیاره، شاید قبل از اون اومد برداشت. بعد تو چجوری متوجه نشدی که اون اومده تو اتاق؟ بیدار نشدی؟ من تو حال خوابیدم. دیدی که اینجا میشه خوابید؟ ما چرا نفهمیدیم تو سر این بچه چی میگذره؟ بعد تو چرا قرص خوابتو دم دست گذاشتی؟ چرا در کشت قفل نکردی؟ یادم رفت. حالا چیزی رو تغییر میده این سوالا؟ تو به ناهید میگی یا من بهش بگم؟ من بهش میگم. این همه کتاب بر ندار، فقط کتابه که فردا لازم داری رو بردار. اینا رو لازم دارم. بعدشم من هزار بار گفتم نمیخوام برم خونه بابا جون، حوصله‌ام سر میره، دوستم بمونم خونه خودمون. ما هم تفریح نمیریم که حوصله‌مون سر نره، داریم میریم بیمارستان دیدن عمو خسرو. شما نمیتونی تو خونه تنها بمونی. خب منم دوست دارم بیام دیدن عمو خسرو. میگم انقدر کتاب بر ندار، عمو خسرو حالش خوب میشه میاد خونه میبینیش. مامان بذار. ببین عزیز دل من، با من بحث نکن، غذا تو گرم کردم تو آشپزخونه است، بابات هم منتظره. برو مامان لطفا. گفتم برو. خبر بدی؟ من بیمارستان که میتونستم حالم بیام. از دیروز هرچی زنگ میزنم خونه ایش که جواب نمیده، گوشیاتون خاموش، اسمس میدم. آدم نمیدونه چی شده که من گفتم بلیتاشو میخواد لابد که اووردم. انقدر همه چی تو هم گره خورد که اصلا فرصت نشد. آخه اصلا چی شد یا که حالش خوب بود که؟ یه حالش برگشت دیگه، بیماریش دوباره عود کرد، کنترلش رو از دست داد. ناصرم که از اون طرف همه اوزار بدتر کرد. یعنی چی ناصر بدتر کرد؟ یعنی یه رفتاره از خودش نشون داد که خیلی عجیب بود. پرخاشگری کرد، دست روش بلند ناصر کرد. یکی باید اونو جمع میکرد. ناصر خیلی عوض شده مرتضی، خیلی. البته اونم وضعیتش پیچیده است دیگه، تو شرایط خوبی نبوده. الان بیاد دم سفرش و ماجرای لکچرش، از اون طرف وضعیت مطب، مسئله تو، مراقبت از مسئله من؟ مسئله من چیه؟ همین رفتنت از مطب دیگه. پس بهت گفته؟ چیو؟ اینکه چرا مطب نمیام؟ میدونم که گفته. در حد همون اتفاقی که افتاده بود میدونم. نه. پس میدونی.
میشه حالا که میدونی به هم بگی که دقیق بهت چی گفته؟ هیچی بابا، من برم. من اصلا این روز حالم خوب نیست. تو همونقدر که همکار مایی دوست ما هم هستی. ماشین کجاست؟ تو پارکینگ. سویچو بده. بله چی میخوای؟ سویچو بده. میخوای چیکار کنی؟ کار دارم. خب این سویچ بیا. میخوای چیکار کنی؟ توضیح ندارم. تو چته؟ بچه به مرتضی گفتی من تعادل رفتاری ندارم. کی نفوذته؟ مرتضی رو بگیر ببینم چه گفته. این همه ازت پرسیدم چرا مرتضی رو سری داری جای من میاری مطب؟ گفتی نیاز مالی داره، مشکل داره، من بهش. اون که میگه تو اصرار کردی. نه همچین چیزی نبوده، خودشم میخواسته بیاد. بچه‌م من میخواستم تو ناراحت نشی، به هم ریخته بودی، شرایط کار نداشتی. تا این حد که منو دیوونه نشون بدی جلو همه، به هر کی یه جور حرف بزنی که کارات جلو بره؟ حرفو چیه؟ معلومه که نه. حالا میفهمم که چند ماه پیش اصرارت برای باردار شدن من چی بود. برای که من برای همیشه از کارم دور کنی، بنشونی تو خونه. تو سنت داشته میرفته بالا، دیگه نمیتونستیم بچه دارشیم. شایان تنها بود، ما با هم دیگه صحبت کردیم، تو قبول کردی. نرفا چیه؟ نمیدونستم چی پشت اون ذهن مریضته. توهم بس کن ناصر. میترا آمد اینجا حالش خوب بود. چی کارش کردی؟ ما کاری نکردیم. اگه میشه نایی جان، حالش خیلی بد بود. ما خیلی از کاراشو بهت نگفتیم که ناراحت نشی، حتی دستشوی ساده هم نمیرفت. من تلفنی باهاش حرف زدم، حالش اینجوری نبود که کار دست خودش بده. چطور حواستون رو جمع نکردین این همه قرص نخوره؟ یه بار دست تو سپردمش، یه بار. چند بار باید بگیم؟ تقصیر خودش بود. شب آخری پاشو کرده بود توی یه کفش که من میخوام برم، من جلوشو گرفتم که نره، حمله کرد به سمتم. یه حالی شده بود، هر چی دم دستش بود و نبود همه رو زد چکوند، خودت که دیدی. من ترسیده بودم، داد میزد، هوار میزد، درگیر شدیم دیگه. تو هم بسش به تخت. کی گفت اینو؟ میترا همه چیو تعریف کرد برام. خب من مجبور شدم ببندمش به تخت برای اینکه آروم بگیره. چرا گذاشتین کار به اینجا برسه؟ خب چی کارش میکردیم؟
من میخواستم ببرم بستریش کنم، میترا نذاشت. بعدش هم دکترش اومد گفت که نیازی نیست بستری بشه، قرص نوشت دوزشو برد بالا. بچه رو بهتر نشد. خب ما هم از همین تعجب کردیم. خودت خسرو رو بهتر از ما میشناسی. چند سال پیش خودشو از بلندی پرت نکرد؟ چند بار در و داغون از تو خیابون جمعش کردی؟ تو این سالها چقدر برات مشکل درست کرد؟ هرچی که بود تا حالا سالم نگهش داشتم. این بچه مریضه، دست خودش که نیست. تو باید مراعاتشو میکردی. این رسم برادری. اگه اتفاقی براش بیفته، اگه ناصر نمیبخشمت، امانت دار خوبی نبودی.